آمریکا برای تقویت حضور نظامیش در خلیج فارس 500 نیروی تازه نفس به عربستان اعزام میکنه. در حال این خبر به بیرون درس کرده که وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده قرار جمعه آتی نشستی در بحرین برگزار بشه. نشستی پشت درهای بسته برای مطرح کردن طرح ائتلاف بین المللی حراست از امنیت و عبور و مرور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز. همزمان گفته میشه آمریکا از ژاپن خواسته تا با نیروهایی که در اختیار این کشور قرار میده به این ائتلاف نظامی بین المللی ملحق بشه. ایران دلیل اصلی این آرایش‌های نظامی در منطقه اما باور دیگه ای داره. محمد جواد ظریف صادرات اسلحه آمریکا برای کشورهای عربی رو خطرناکتر از موشک‌های ایران در منطقه میدونه. با افزایش تنش در خلیج فارس، وزیر دفاع بریتانیا نسبت به حفاظت از محموله‌های این کشور در تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد. اعزام یک ناو جدید بریتانیایی به عنوان بخشی از همکاری در حفظ امنیت مسیر کشتیرانی به خلیج فارس در حالیه که پیشتر دولت بریتانیا اعلام کرده بود چند قایق سپاه سعی کردند یک نفتکش این کشور رو وارد آب‌های ایران کنند که موفق نبودند. اما واقع قضیه همینه، دزدی دریایی است. دزدی دریایی هم که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این قباست ها رو بی جواب نمیگذارن. با اینکه نیروی دریایی سپاه تلاش برای ربودن این کشتی را تکذیب میکنه، اما تحلیلگران معتقدند با توجه به تیره شدن روابط ایران و بریتانیا به خاطر توقیف نفتکش ایران در جبرالطارق نمیتونه چندان دور از ذهن باشه. از یک طرف یارگیری آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی و طرف دیگه تهدیدهای تهران، این بازی به کجا ختم میشه؟ صلح و آرامش یا جنگ و تقابل؟ مهدی پرستاران، اتاق خبر.